آقای مولوی نظر محمد. الحمد لله کفا و الصلاة على رسول المصطفى ما بعد. بسم الله الرحمن الرحیم. برادرانم، قصد سخن نداشتم، اما مسائلی پیش آمد، ناچار شدم که خدمتون کلماتی صحبت کنم. زمینی برای مسجد اهل سنت حضرت امام 2 سال قبل به مولوی عبدالعزیز دادن، سندش هم صادر شد. 9 ماه در شهرداری تهران مانده. آقای نیکروش شهردار تهران 9 ماه فقط به خاطر این که به ما پروانه کار بده ما را معطل کرده و میدوانه. یک مسجد ما بدید. مسئله این نیست، اگر زمین شما دوست دارید یک مسجد ما بدید. دیدن این مسجد اهل سنت است. مسلمانان پاکستانی در مدرسه نماز میخوانند و ما مسلمانان ایران میریم پشت مسلمانان پاکستانی تو مدرسه اونا نماز میخوانیم. در صورتی که یهود، مسیحی، زردشتی در تهران عبادتگاه دارند. خدا میداند، خدای تو شاهدی، ما همیشه وحدت مسلمین را میخوانیم. خدای تو شاهدی، ما انقلاب اسلام را خواستیم. خدایا در تمام انتخابات شرکت کردیم، به دوستان ما رای دادیم، برای رئیس جمهور هم رای دادیم، برای تمام دوستان وادار کردیم رای بدن. ما از شما جدا نیستیم، ولی خدا بکنه شما همین فکر را بکنید. عرض سلام دارم خدمتتون مولانا دیدگاه و خیر مقدم میگم و متشکر از اینکه قبول زحمت کردید و پذیرفتید با ما همراه باشید در این برنامه. سلام علیکم و رحمت الله و برکات مولانا. سلام و رحمت الله و برکات. حضرت مولانا رحمت الله علیه جناب مولانا عبدالعزیز تو خبرگان بودن و در زمان خبرگان ایشون از امام خمینی تقاضای قطع زمین برای مسجد اهل‌سنت کرده بودن. حضرت مولانا وقتیش که تمام شد و آمد، بعد مجلس بود و ما رفتیم و نماینده مجلس بودیم، تازه به هم به ما دادند یک قطع کاغذی هم نوشته بودند امام که به حضرت مولانا عبدالعزیز زمین برای مسجد اهل سنت بدهید. وقتی که مولانا تمام کرد و آمد و نتونست دنبال بکنه، ما دنبالش کردیم، هیئت اومدای تشکیل دادیم از کرداب و از بلوچا و دنبال کردیم موضوع رو. رفتیم پیش آقای شهردار که ما را زمین بده. ما را بردن در کوههای عباس آباد که الان مصلای تهران اونجایه. این همین مصلا را، این زمین رو به ما دادن که آقا این زمین مال شماست و شما مسجد بسازید. دبستانی اونجا بود ولی این دبستان دیوارش میاد تو زمین شما، شما دیوار را شکستی درستش کنید. من گفتم ما خود مدرسه را درست میکنیم، فقط شما به ما زمین بدید. دیگه زمین ظاهرا به ما دادند و ما دیگه دنبالش افتادیم. رفتیم پیش آقای شهردار، برید یک هفته دیگه بیاید، برید 10 روز دیگه بیاید. آخرا این موضوع را مرحوم بازرگان به من گفت که آقای مولوی خود به ناراحت نکن، اینا به شما زمین نمیدن، اینا زمین نمیدن و من اطلاع دارم. وقتی من 2 مرتبه به خاطر همین کلمه آقای بازرگان رفتم پیش شهردار، آقای شهردار اگر میدونید که ما زمین نمیدن چرا ما رو سرگردان میکنید؟ گفت خیلی همینه که شما میگید. حقیقتش به من به همینطوری گفتم، ولی الان که شما خود متوجه شدید به شما زمین نمیدن برای مسجد. یه موضوع ماند و ما حسابی باز کرده بودیم، از مردم تقاضا کمک هم کرده بودیم. یک مسلمانی آمد و پیش من گفت آقای مولوی این اصلا نرو از مردم پول نگیر، اصلا حساب باز نکن، اینا زمینه، بله مسجد من میسازم. یک نفر
مقصود من میتردم برای شما، من طول دارم کردی بودم بیچاره. گفتم خوب به خدا شما رو خیلی بده. بالاخره دیتا موضوع رسید به جایی که ما تو مجلس موضوع رو مطرح کردم و گفتم که شما به ما مسجد بگید، حالا که زمین نمیدید. ولی ما به یقین داشتیم چون بازرگان به من گفته بود که آقای مولوی اینا به شما زمین نمیدن. و ما بحث میکردیم آخری حرفشون این بود که شما در مکه به ما زمین نمیدید، ما اینجا چطور به شما بدیم؟ من گفتم که ما عرب نیستیم، ما اهل سعودی نیستیم، اونجا سعودی ها به شما نمیدن که شما ایرانی هستید. ولی ما ایرانیم به عنوان شهروند ایرانی از شما زمین میخواهیم، همینطور که مذاهب دیگر اقلیت های دیگر در این جا عبادتگاه دارند. شما حداقل ما را به عنوان مسلمان سنی شناختید و در قانون اساسی ما حق داریم شما به ما مسجد بدید. در تهران بیش از 1,000,000 جمعیت اهل سنت وجود داره. در تقسیماری گذشته بله. 2,000,000 اعلام کرده بود. خب دیگه این حالا من این حداقل رو میگیم که به حداقل راضی بشیم، اشکالی تو چیز نیاد. یه مسئله دیگه هم این هست که خب کشور ایران ادعای جمهوریت اسلامی است، یعنی یک کشوری که قرار بر این بود که با اون انقلاب، در انقلابی که اتفاق افتاد، فضا برای فعالیت‌های اسلامی و حرکت‌های اسلامی رشد بکنه درش. خب درخواست نماز و نمازخونه و مسجد داشتن برای اهل سنتی که الان همینطور که شما می‌فرمایید نزدیک به 2,000,000 یا بیش از 2,000,000 جمعیت در تهران هست، یک درخواست بسیار معقول و معمولیه برای اهل سنت. بیا اینا الان هم که مردم تو منزل اجاری نماز میخونند نمیگذارند جلو مسجد گرفتن، این عید نماز عید نگذاشتن و روز جمعه مولوی عبدالحمید رو نگذاشتن، اینا دیگه نمیخوان که در بگفتار خودشون در ام القرا، در ام القرا اسلامی شیعه مسجد سنی باشه.